توی اون خونه نوزادی به دنیا اومده، همسایه این ور کوچه پارچه سیاه زده. یکی از داغ عزیزش مثل بارون میباره، یکی دستاشو توی دست شریکش میذاره. آره باز این درو یکی میاد یکی میره، یکی چشمش هنوزم میدوه و یکی سیره. تویی که مسافر جاده یه روز دار میشی، یه روزی پاییزی و یه روز دیگه بهار میشی. بزا شادیات بمونه غم و از یادت ببر، آخه زندگی همین قصه سنگ و سر. قصه گریه و خنده، قصه شادی و غم، قصه بالا پایین و قصه زیاد و کم. باز این درو یکی میاد یکی میره، یکی چشمش هنوزم میدوه و یکی سیره. تویی که مسافر جاده یه روز دار میشی، یه روزی پاییزی و یه روز دیگه بهار میشی. میدونی هرچی خدا بخواد همونه، هم سفر یا لبخند و عشق تو تو به سه ها ببر. آقا ببخشید، عذر میخوام، این پلاک 28 نمیدونم کجاست. پلاک 28؟ بله پلاک 28 نمیدونم، این روبرویی که 35ه. حالا بله. تو اگه تو همین کوچه هست که بگردیم پیدا میکن. خیلی ممنون. بایی. یه ساعت داریم میگردیم. علی بله جانم. دستو بگی شما. مادر نداری؟ درست صحبت کن آقا، این چه حرکتی وسط خیابون؟ مردنی؟ وای اینا چی داره دعوا میشه؟ یعنی چی آقا؟ میگم درست صحبت کن. شما یقه رو میگیری؟ میذارم شما برو دنبال آدرست بگرد آقا. یقه مرد بگرد. ولش کن. بله ولش کن، من کاریش ندارم خانم، تقصیر خودشه. میگم اگه خودت خواهر مادر نداری همجا لئو نوردت میکنم آقا. آقا چه ربطی داره؟ چه ربطی داره اینا به هم؟ ربط داره. اصلا لویستا فکر کردی الکی با اینجا یه داد بزن و بچه بلاو میریزه اینجا خرخره تو بیجوان. آقا داد بزن بیام خرخره رو به جامعه هم چجوریه؟ داد بزن عدد نیستی این کار بکنم آخه. امید بلش کن میزنی بله بله سرش میاری. نه خانم من بله بله سر ایشون میاره، اقی اصلا عددی نیست که من بخوام. باز دارین پر روی میکنه میزنم آقا. سیگه الان چه خبر اینجا؟ آقا شما اصلا دخالت نگو، من خودم حسابشو میرسم. تو بی خود حسابشو میرسی؟ بله بله و بله. واسه ببینم چه شده آقا جون. زینو جون این آقا همینجوری اومده یقه من گرفته، هرچی از دهنش در اومده داری به من میگه. آقا شما بودی چیکار میکردی؟ چی شده داداش من؟ دو کلمه سوال پرسیدیم چی شده؟ وایسا امید بیا درد سر درست نکن، بیا ولش کن. نه خانوم من دنبال درد سر نیستم که. باز کن فرزه دیکه مردنی بچه بده. به تو چه رفتی داری که من دارم با اون صحبت میزنم؟ به من که؟ بله نامزده منی که به تو که؟ نامزدتون ایشون؟ خب آقا خب نامزدتون ایشون رو صدا میکنن که ایشون هم جواب میده. بله اون شکل ماهد برم امید منم منو صدا میزنه این برمیگه که جواب میده. منم امیدم دیگه، اسم منم امیده. تو خیابون هرکی بگه امید تو برمیگردی؟ هلا تو تنها امیدی؟ بایستو داداش سوء تفاهم شده، روی همدیگر رو ببوسید بی خیلی برید پی کارتون داداش. نه ببوسم روی اینو من امید بیا بریم منم همیتون باقچه مینو پیدا کرده همینجاست. باقچه مینو گفتیم؟ باقچه مینو بله تو بوش که جواب دادی که مردنی تو که کاریش بایی بابا بل کنی تو رو خدا. بایستو آقا اجازه بید شما باقچه مینو مخواهید تشبیه ببرید؟ بله و من در خدمتتون هستم. بفرمایید خوش بفهم همینجاست باشه بفهم. خب چرا از اول نگفتی تو؟ برش کن آقا برش کن، این آدم حسابی نیست. جواب میدونی سوال تو مشتری جواب نده دیگه. بفهم آقا خواهش کن بفهم. چی شده؟ چی؟ بالاخره یه سوء تفاهمی بود و من معذرت میخوام. گذشت دیگه بی خیال. البته تقصیر این آقا بود. حالا تو خجالت میکشی؟ حیف که زن و بچه باهات. نه من معذرت میخوام ببخشید، من از محضر شما و خانواده محترم خیلی
عذرخواهی میکنم، شما به بزرگواری خودتون ببخشید. نزن تو. اشکال نداره، میشه لطف کنید ما رو راهنمایی کنید؟ بله، دفتر تشمیم برید. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. بله بله. قیافش همیشه اینجوریه. مادرزاده. بله بله. ننه من غریبه میبیند اینجا واسه ما بیافه میگیره. اینا کی بودن؟ من چه میدونم، یه سری مشتری های پر روی بی ادب بی نزاکت. چرا پر رو؟ چرا قاطی کردی تو؟ داستان داره برای تعریف میکنم نادر جون، حالا وقتش نیست. بله. ولی من یکی نمیذارم اینا اینجا عروسی بگیرن. باید از رو جسد من رد بشن اینا بخواد اینجا عروسی بگیرن. تو نمیذاری اینا اینجا عروسی بگیرن؟ ایوه. پشت کو اومده آقا اینجا، فکر کرده یه ماشین مدل بالا داره خبریه. ولی قیافشون خیلی، چرا اینا رو داغون میبینن؟ اعصاب ندارم دیگه، قاطی کردم. ولی قیافشون خیلی مایدار بود. آره از این تازه به دورون رسیده. بیا بریم که سفره پهنه. بودو هر سمت که ما از سر تقصیرات این پسره میگذریم. از این پسره کیه؟ امیده کیه؟ ببین نداره. اما اگر سفارشاتی که میگیم و کاری که برای ما انجام میدین اگه کوچیکترین نقصی توش باشه اصلا و ابدا نمیگذاریم و فراموش نمیکنیم. نقص نقص با وجودی همچین خیالتون راحت راحت باشه قربان. بله. شما مطمئن از عهدش برمیای؟ کار ماست خانم، معلومه این حرفا چیه. ولی کار سختیه. کار سختیه، کار سختیه، کار سختیه. میگن کار سختیه، فکر کن میگن کار سختیه. چه فکر کنی اجدای هفت سر چه نیست کار سختیه؟ بله، خدمت شما عرض کنم که سختیه، نه سختیه، نه اینکه نبید. لیست کاری که باید انجام بدین و سفارش هم. ای خانم، لیست و این چوش آقا با این پولا کسی از این کارا رو شما انجام نمیدید. قربونت برم. با این پول این همه امکان نداره. پول من چیزی راجع به پول گفتم. صحبت نکردید شما. نکنید. هر قیمتی میخواد باشه. پولش اصلا برام مهم نیست. هر چی شما بگید، هر چی شما اینا به هر چی بگن. آقا من برای شما چک می‌نویسم. ما چکی قربونت. من چکی نه باغچه مینو چکی کار نمی‌کنه. کارو کنیم. کار چکی کار نمی‌کنه. شما چکی اگه 5 برابر چک بنویسم چی؟ نمیدونم چون تا حالا چی کار کردن یعنی چی 5 برات یعنی که اصلا پولش برام مهم نیست. مهم اینه که شما سفارشاتی که ما میگیم خدمتتون و کاری که انجام میدین درست انجام بدین. اگر درست انجام بدین ما 5 برابر به شما پول. آقا من نوکرم. 5 برابر بابا چاکرم. آقا هر چی شما بگید. قرار هر چی شما. آقا چی 5 برابر؟ اصلا چیکیه؟ 5 برابر بگو 10 برابر. ما چیکی کار می‌کنیم؟ اصلا واسه مینو روش اصلا چیزی چیکار؟ چی قرار داد؟ برگه قرار داد. هر چی شما. ما چیکی کار می‌کنیم؟ 10 برابر چی؟ 5 برابر. هر چی چیکی کار می‌کنیم؟ بفرمایید. ببخشید صندلی من بیارم خدمتتون. شما بشینید صندلی بیارم. نه با شما نبودم، با ایشون صندلی بیارم. بله ها چیز من خودم حرف میزنم. ببینید بعضی وقتا تکو حرف میزنم. ای نکن. خب آقا ما اگه اجازه بدین از این آقا هم یه عذرخواهی بکنیم. به هر حال ظاهراً یه مقداری حالا ما عصبانی بودیم، سوء تفاهم پیش اومد. آقا امید 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 من با آدم بی جنبه هیچ کاری ندارم. بی تربیت. امید تشریف چرا بردن؟ بردن تشریف بردن. اگر من این یارو بپر مشتری کلت مثل کله مار میکوبم. آقا من دیگه بیش از این سفارش نمیکنم. عروسی که میخوام بگیریم واسه این خانواده
میخوام مثل توپ صدا بکنه تو این شهر، یعنی دهنکجی بکنه به همه عروسی های دیگه. خانده داشت، حالا ببین چه عروسی باید بگیری. خانده داشت، من فقط در مورد خودم بگم. من خودم شیش دون در خدمتتم، یعنی خودم به همراه تلفن همرام، یعنی دربست نوکرتم. شیش دون یعنی سه سو تو سه سو چیش سو. بندم همینطور خنده داشت. بندم هم تا قربونتون برم. بسیار خانواده با شخصیت. میگه رنگ و رخساره نشان میده از سر زمین. آقا جون ببینید این کره چند هزار بار باید در طول شبانه روز در یه 24 ساعت چند هزار بار بعد این کره بچرخه. اوه کیهاتی، هر 50 سال یه بار یه همچین مشتری ممکنه به تور ما بخوره. با این ویژگی ها و این مشخصات قشنگ و خوب. حالا دیگه خود دانی. خانداش ببخشید اما اگه نظر بنده رو میخواید باید ردشو کنیم برم پی کار خودشون. اینا خیلی بی ادب و بی تربیت و خشنم هستن تازه. چی شده مگه؟ شما نمیدونین که حرفات مزخرفه. چی دارم یعنی چی؟ بله بیلی آقت، خجالت نمیکشی؟ خانواده بگیر با شخصیتی، مهربان، با وقار، آدم حزم میکرد. تو که خبر داری که باید به قول شاعر میگه فرصت شمار غنیمت و عمر التفات کن. مگه علکیه بعد از 2000 سال یه همکه؟ اصلا خانداده شیر جای دور میری؟ آدم وقتی یه لقمه چرب داره که رژیم نمیگیره خانداده. مشکار ببین از دهن کی داری میشنه؟ الان بحث شده بحث مادی، به مسائل مادی رو بذارید چند دقیقه کنار. این خانواده از لحاظ معنوی بسیار خانواده مرفعی بودن. خانواده از لحاظ معنوی تو مسکی از معنوی مرد حسابی خانواده متشخص خوب. معلومه که متشخصن، معلومه که از نظر همه جوره چیز هستن. آقا جون همچین مشتری میگم کم به تور آدم میخوره، بعد فرصت و غنیمت شما. خانداداش من در خدمتم. میدونم آقا جون. لیست پول لیست شده بینی لیستش بیش شماست. آقا اینه سه سود به سرعت باید این کار آماده کنید. ببین دارم چی بهتون میگم، یعنی ما چجوری واسه روشنت بکنم با این گرفتن این عروسی انگار پنج تا عروسی گرفتیم. بله اینقدر مهنده قضیه یه بله اینا رو باید به سرعت تایی. ببین یه عروسی یعنی پنج تنگار گرد سوخان نداره. آره بیا بخون. اوه رو ها اوه بعد همه رو سریعا آماده کنید. خانداش این همه خنزر بنزر ما از کجا تهیه کنیم؟ این خنزر پنزره، این لوازم صوتی خفن اومی میدونی چقدر پولش میشه؟ سیستم مداربسته از کجام بیارم؟ سیستم مداربسته؟ میدونی برای چی میخوان که؟ در چی آخه به چه درد اینجا میخوره سیستم مداربسته؟ استادیوم فوتبال هست، میخوان یه تلویزیون بزرگ اون گنده اون بالا هست، میخوان همه تماشاچیا فوتبالیستا رو از نزدیک ببینن یا بازی رو نگاه کنن با اون تلویزیون نگاه میکنن. ایوه اینا هم حتما میخوان بگیرن برای عروسیشون، مثلا مردم عروس داماد و اون تو ببینن. لوسا فکر قشنگی من. آقا ماشین عروس رو من چی کار کنم؟ لیموزین هشتر از کجا بیارم؟ از کجا بیاری باید پیدا کنیم دیگه، چاره ای نیست. آقا بریم بگیریم بخوابیم. بریم بگیریم بخوابیم که فردا از صبح علی طلوع باید کار کنیم تا بوق سر. پشو. شب بخیزیم. شب بخیزیم. شب بخیر. من که با خودم باید رو راست باشم. نه استران خانم از هر نظر شرایط ازدواج با منو داره، نه باید دست دست کنم. ازدواج من ازدواج میکنم. این شعر چی بود؟ این رفیق اون میخون یه جا رفته بودیم کلی خوش گذشت. چی بود؟ عاشقم عاشق ترینم، اینو تو خودت میدونی، ای تو تنها خوب دنیا، بی تو من عاشق ترینم، بی تو مثل یک ستاره، بی تو من خاک زمینم، بی تو من خاک زمینم. آخ عاشقم عاشق ترینم، اینو تو خودت میدونی، ای تو تن آخ اصلا نمیدونی به ارزش شبانگاهی قبل خواب یه فازی میده.
جونم. من دست کی دیدم جامون خبر مرگت واسه چی میای بی سر صدا یه دری تقی توقی خوبی؟ برم شب بخیر شب بخیر عاشقم عاشق ترینم اینو تو خودت میدونی ای تو تنها خوب دنیا بی تو من خاک زمینم با تو مثل یک ستار برو گرچه بیرون دیگه اه دو دقیقه ما میخواییم خلوت کنیم با خودمون عاشقم عاشق ترینم اینو تو خودت میدونی تنها خوب دنیا شب بخیر عاشقم عاشقم به هر حال شما جای خواهر بزرگتر ما هستید دیگه ما ولی ببین آقا زینال من میگم بهتره که اول خانداداشو در جریان بذاری نه چرا خانداداش که از خود شما بهتر شما خودتون بگیم ولی میدونی من این فکر رو میکنم که اگه خانداداش فردا پس فردا بفهمه خب واسه خودت بعد میشه بس منم بعد میشه دیگه واسه من بعد ببینید من میگم شما اول با نسترن خانم یه صحبتی بکنید اگه موافقت کردن بعد اون موقع دیگه خانداداش هم در جریان میذاریم که نمیدونم والا میدونم من والا وا بله بگید شما با نسترن خانم صحبت کنید حال بذار یکم فکرامو بکنم و بعدم یاد منو مؤاخذه میکنه خانداداش فکر نداره فکر نکنه نه فکر نکنه بگید شما بگید نمیدونم من میدونم شما اینجور بهتره همینو بگید تو کی گفت تو سلام بکنی؟ مجبوری مگه سلام رو من سلام نکردم همه دارن سلام علیک میکنن ما هم سلام علیک کردیم ادب حکم میکنه آدم سلام علیک کنه تو لازم نکره سلام بکنی چی؟ سلام نه چی؟ سلام آقا تفلک آقا قربونت برم اجازه بده برم حرف میده فوتت میکنم قربونت برم آقا تف جونه میگه اینه بگی شیطونه چی میگه آقا این تفلکی چیزی نگفت قربونت برم سلام کرد آقا من نمیخوام ایشون سلام بکنم آقا نمیخواد سلام بکنم آقا نمیخواد آقا جو خدافظ خدافظ برو به سلام باش هر جور راحتی سلام نکن آقا سلام نکن منو نمیگه سلام نکن آقا این سفارشات ما حاضره بر قربون بفهم خیلی وقت حاضره بر خدمتتونه سلام نکن من پس با اجازهتون منم خانوما رو ببرم که محبت رو بهشون نشون بدم بفرمایید بفرمایید خانم از این طرف بیاید بابا جایگاه طرف قسمت میگم من علکی از کسی بدم نمیاد این آقا اصلا یه تختش کمه بابا جون تو تخته رو چیکار داری پولدار مایه رو به چسامی جون مگه من زینو ها کجایی ها کجایی دارم باهات حرف میزنم نه اینجام چی ما چی نگاه میکنی هیچی نه چی هیچی بابا چیزن ول کن دیگه چی نگاه میکنی خب به تو چه درست صحبت کن گیر داده نخه تازه جخ شما هم تشریف بیارید 68 و 67 جز میفروکش کرده 69 67 اوه بدهی سر آقا به مبارکی و میمنت ببخشید شرمندم دل خوش
قربون شما. تن ساز. اینم چکی که خدمتتون عرض کردم. به حالا باشه قربون. خواهش می‌کنم. باشه خدمتتون. به قیمت نه والله فرقی نداره بابا این خدمت شما باشه. دیگه ما و شما نداریم. کی بردم اون دو تا فرق. خدمت شما این 5 میلیون دستتون خواهش. با چک قبلی میشه 8 میلیون تومان. 5 تا و 3 تا 8. 8 میلیون. اجازه بدید من رسید چی بدم خدمتتون. رسید. اینم استامپ. استامپ معمولی نیست. دو دفعه واسه تون بزنم که دوبار دوزش کرده باشیم. میگه کار از محکمکاری چیه به قول یارو گفتنی؟ ببین کن. ای ویراد نذاری دوبار میزنیم استامپو. درست یه موقع این چکه یه موقعی میگم گم نشه جای چی؟ گم بشه. اینجا قربون عرض کردم اول خدمتتون باشه باشه چی پیش ما باشه نه خواهش خدمت شما باشه ارزشی نداره مال دنیا قربون امانت داریم ما فقط محض احتیاط خدمتتون هست سند گاف صندوقه کی داریم اگه بشه اسمشو گذاشت گاف صندوق بگل گوشه هست برمون رمز هم داره که حتما رمز که داره حتما رمز این رمزکی هم ای همچی اگه بشه بشه گفت رمز تو همین اتاق خودتونه که جاش امنه دیگه یعنی جاش خودتونه یعنی عرض کردم قربون امنه محبت رو شما بفهمید ببینید حالا آقا زینال کدومشون بودن؟ همونی که سیبیل داشت اول بایسته بود از این و موافقی؟ ظاهرا پسر موجهی به نظر میرسه خب بله بله البته من مخالفتی ندارم ولی برادرم هم باید موافقت کنه خب البته بله واضحه بله برادرم البته من از این دخترهای افاده‌ای نیستم حاضرم با بی‌پولترین مرد دنیا ازدواج کنم ولی شریف و انسان باشم بله دقیقا. البته اینو من به خدمتتون بگم که این آقا زینال ما یه تیکه آقاست شما فقط تشریف بیارید یعنی واسه سبزی پاک میکنه مرد خونه است دیگه کتبانویی واسه میکنه دیگه نمیدونم چی واسه بگم که تو با بشین و خانوم میکن خیلی خوبه بله اگه اینطور که شما میگید باشم خب پسر خوبی هم بله. چرا که نه واقعا واقعا بله ای وای خفوله یعنی زهرم ترکی این چه کاری بالا درخت چه کار میکرد سلام علیکم حرف از آقای ایشون بود بله آقا دارم میبینم آقا به نظر میرسه راحت باش زینات بله خیلی سایتون کم نشه راحت باش حالا ما میریم از این در راحت باش واقعا بله شما نظرتون رو نمیگی؟ موافقت کردن پس هم؟ بله تلفن هم زدن گفتن داداششون هم موافقه موافقه خانده شما موافقی؟ بله چرا نمیشه کی از اینا بهترته؟ بله کی از اینا بالاخره زینالم باید از این بی سر سامانی در آد دیگه یه سر سامانی بگیره زندگی تشکیل بده بره جلو مبارکه خوش زینال بله اجازه درد من رو شما بخورد تو سر نادر سسود تو سر دکتر خاموش سر دکتر خاموش باشه هر چیز میگه خاموش آقا جون پشت برو بخواب آقا دست رو ببوس نه نمیخواد ببوس ما وظیفمون انجام بدیم آقا جون بلند شو برو بعد کارا رو انجام بدی میخوام سنگ تموم واسه شون بذاری بلکه ان شاء الله دست و بالتو بند کنیم دیگه باشو باشو بفرز اینا باشو برو اینا نوکرشا Thank you.
یه عشق کی قدر منو میدونه. صبح بخیر نادر، بیتر بیاد با تو هم میگم صبح بخیر. وسایل با تو هم ماشین دوست اومده. دوست خانده دار چته تو؟ چته؟ فکر کن دوست اومده بی خودی. دوست خانده دار دوست اومده. دوست آقا عجب بساطی گیر کردیم. آقا ما کلی مهمون دعوت کردیم، 50 تا مهمون از خارج داره میاد، میفهمیم چی؟ آقا بیاد تا حالا خارجی دیدین شما؟ آقا شما به ما اجازه بده، ما این میت از زمین ورش داریم. اجازه بده ما سرطه قضیه رو من خودم جفت و جور میکنم، حلش میکنم. درستش برای شما این که سرطهشو هم میارید، فکر کنید چی؟ بی خودی اون همه سفارش به شما داده بودیم. اصلا از اولش معلوم بود چه برنامه‌ای داره. بله آدم یه بار عروسی میکنه تو زندگیش، اونم اینجوری. ما بیچاره تر از همه، من بدبختم با این عوامل. شما نمیدونی که خانم، شما اگه بدونید ماشین تمام سیستم صوتی تصویری هرچی اجاره کرده بودیم، وسایل آشپزخونه خانم، همه اینا رو ما چک دادیم. اینا جواب صاحباشو کی میخواد بده؟ من بیام بدم؟ خب به من چه ربطی داره؟ آقا من عروسیم به هم خورد، من شاکیم. آقا جون نگاه کن، یه مشکلی پیش اومده. حالا شما میخواید چیکار کنین؟ مهم مراسمی که اینجا میگیریم دیگه. میخواید چیکار کنیم؟ الان بهت میگم میخوام چیکار کنیم. الان میری چک ما رو میاری، ما مراسممون رو یه جای دیگه برگزار میکنیم. نکنید آقا. چرا آقا جون؟ آقا جون هر چی دوست داری هر کاری دلت میخواد بکن، برو مراسم تو یه جای دیگه برگزار بکن. مردنی مو که تو گنده تر حرف نمیزنی. نصر خانم شما یه چیزی آقا ببخشید. آقا شما به اتفاقی نیفتاده یعنی چه؟ شما هم میگین اتفاقی نیفتاده، یه جوری سر و تهش هم میاره. مراسم عروسی برادرم بوده، متوجه هستی؟ بله. من طلبکارم هستم. ما اولیم. شما اولین باره یه همچین جلسه. آقا جون بله، یا اون کاری که میگم میکن، میری چک و میاری. درست. یا اون کاری که خیلی دوست ندارم انجام بدم و انجام میدم. چیکار میخوای بکنی مثلا؟ چیکار میخوام بکنم؟ میرم از دستت شکایت میکنم، مراسم ما رو به هم زدی. کارو نمیکنی. نمیکنی دادا. میکنم خوب. غلطی که دلت میخواد بکنی آقا. اصلا نمیشتا بیبی. از چی که این پسره کو؟ دزدیدن؟ این چکم رو اونا دزدیدن؟ بدبخت شدم ای بابا. چکم اومد. چی شده آخ؟ اومد به سرم. کمد به هم ریخته، چشای چکاشون هم نیست. مگه شما نگفتی جاش امنه؟ آقا آقا چه میری؟ صدا تو بیار پایین، اینجا گاراژ نیست که. چی میری؟ خانم شما دیگه چرا؟ ما که داریم به سلامتی فامیل داریم میشیم، این مسائل هم توی خانواده ها بالاخره قابل حل. بابا زینو بابا ما دختر بمیدیم. آقا جون نه، من جات خانواده خود باشم. من با این خانواده نیستم. برو زینو، من با یه چیز دیگه. سر راه آوردم که با یه همچی خانواده بیمسئولیت. بله اینا خودش رو میچسبونن به من. امید بیا بریم، دعوا نداریم. چی میری شکایت میکنی؟ نه شکایت چی؟ شکایت این حرفا چی؟ کنار میایین با من؟ من دارم قاطی میکنم. من دارم قاطی میکنم. قاطی پاتی اینجا دیگه نکن. اینجا که دیگه گاراژ نیست. اینجوری منم بلدم قاطی کنم. قاطی کن. من دارم قاطی میکنم. برو ببینیم. شما نگران نباشید.
من از اولش هم میدونستم که اینا آدم های شالاتانی هستن. پیدا بود برخورد رفتار تموم شد. اونم حق داشتن بدبختا، چکشون رو میخواستن. بله شکایتشون هم که بی جا نبوده. بابا جون این چرت و پرت ها رو ول کنین، چجوری خانداداش رو بازداشت بریم بیرون؟ این همه پول رو از کجا بیاریم نادر جان؟ آقا جون من دلم روشناس. چیست؟ چیست؟ روشناس درست میشه. درست میشه؟ آه چطوری درست میشه؟ من که میدونم نسترن خانم و خانواده محترمشون الان من تحت امتحان قرار دادن. همه این حرفا که ببینم من چجوری از این امتحان سر بلند میام بیرون. همه این حرفا برای امتحان منه. خواب دیدی خیلی شده. نبا این حالش خرابه امید. جدی جدی قاطی کرده. خانداداش تو بازداش، چکه گم شده، پای این همه پول وسطه، میگه اینا بخواست من امتحان کنم. تازه نادر جون قربونت برم، فقط شکایت اینا نیست که شکایت صاحب ماشین و این خرت و پرتایی که کرایه کردیم هم هست. اونام درست میشه. چی درست میشه؟ درست میشه. این کارت امیده که کارت من؟ نه بابا اون یکی امید این کارت چیه؟ بده بینم. خب حتما اومده اینجا از جیبش افتاده اینجا. از جیبش؟ آره دیگه ببینم. نمردیم اون قیافه اینا که تو اینجا نیومدن اصلا، اینا فقط اون ور بودن. اون ور نیومدن؟ نه خب مهم نیست، برمیداریم میبریم کارتو بهش میدیم. خیلی هم مهمه. پشین پشو بده من کارتو. پشو بودو باشو. عجب شانسی آوردیم این کارت پیدا شد، وگرنه حالا ما باید تو زندون چی؟ میموندی خانده؟ خونک میخوردیم و میموندی. نوکرت هم خانده داشت دیگه، قابل شما رو نداره. آفرین. چه کرد؟ میگم عجب شگردی زدن اینا تو دوزی. چقدر با مرام بود دوزیشون. با مرام میگم که این همه چیز به ما سفارش دادن، این همه چیز اون وقت چکم دادن، بعد همه رو خودشون دو مرتبه از ما چی دوزیدن باز دوباره. اصلا من اینو میخوام بگم که خیلی نامرد و بیوجدم. آخه یعنی چی؟ نگی نابجی خانم این چیزی؟ چرا نگی؟ آخه بیوجدم بودن دیگه. نه خانم به بعضی ها بر میخوره آقا. چرا بچه؟ به زینال چه ربطی داره تو هم دیگه؟ خانه داشت میخواست بره خواستگاری. خواستگاری؟ ها تو زندون میخواست بره. بله اذیتش نکنم. حالا برو تو زندون. عقدم هم اونجا برات میگه. همینه که میگن خانده باش فاصله عشق و نفرت کم تر از یه تار موه. همینه میگن. ای چی شد؟ چقدر؟ یه تار مو. ای با آقا متنفر شده. میزنم بهتر کرد و شاخ و برگ درخت ها جمع کنن. بابا خب متنفر شده. خواهش میکنم کسی از جاش تکون نخوره. خودم میرم در رو باز میکنم. خواهش میکنم. جون من. جون داده. زیر تکون نخوره. نه خواهش میکنم. بله. من پسر همسایه‌تون هستم. توپم افتاده تو باز شم. چی؟ توپتون چی شده؟ افتاده تو باز شم. تو باغ ما؟ نه. الان آخه پسرم موقع فوتبال بازی کردنه سلام هم که نمی کنی، ولی بیا بری توپ تو بردار. امید جان. بله. کجایی پس؟ بیا دیگه. بله. امید من اینجا. شما؟ امید. بله. بله. سیدوت آی چی گرگه رو بل کن آقا. خود خانواده نداری. من خانواده ندارم. برای چی؟ سلام خانواده دادی. خواهر شما بیه. امید چی بفرمایید دیدی حالا خودش کجا رفتی؟ بیا دیگه امید خودشون داره شما رو صدا میکنم. میگم خودم خودم